سلام درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدم ساحل کیش و قراره بررسی کنیم قیمت بلیط هواپیما و هتل، خورد و خوراک، رنت موتور ماشین و همینطور اوضاع کیشوندها. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. من گمون میکردم که سفرهای خارجی خیلی هزینه روی دستم میذاره، واسه همین سفر داخلی رو جایگزین کردم و اومدم کیش، چون این جزیره بهشتی و زیبا دارای دریای آبی، سواحل خیره کننده، درختای نخل و همینطور مراکز خرید عالی، شیک و جذابی هستش. پس به خاطر علایق و اولویت‌های سفری خودم کیش رو انتخاب کردم، اما وقتی اوضاع و قیمت‌ها رو دیدم واقعا مات شدم. با من همراه باشین توی این ویدیو تا شما ببینید حق با من هست که از درآمد به ریال و خرج به دلار مات بشم یا نه. اولش کمی لذت ببریم از سواحل زیبای کیش و معروف‌ترین ساحل یعنی ساحل میرمهنا که تو قسمت شمال غربی جزیره قرار داره. اینجا هم کافه به همین نام میرمهنا هستش. کنار ساحل هم بعد یه بارندگی مردم مشغول گشت و عکس انداختن هستن. یکی از دلایل سفر توی زمستون به کیش زیبا و گرم بودن این جزیره در طول زمستونه، در حالی که اکثر شهرهای کشور سرد هستش. اینجا هم کافه طلوع یکی از گرونای کیش هستش که کنار ساحل مجسمه 12 مردی که مرد ماهیگیر قرار داره که توی ضلع شرقی جزیره است. درست ساختار شهری مدرن و هتل‌های لوکس حس خوبی از سفر به کیش تو ذهن آدم میذاره، اما موقع خرج کردن میرسه و بررسی میکنی خورد و خوراک، هزینه هتل، هواپیما، تفریحات آبی و غیر آبی رو حسابی احوالاتت از این رو به اون رو میشه. آره. <تص->
از هزینه هواپیما باید بگم که پروازهای چارتری رفت و برگشت از تهران به کیش حدود 3,500,000 تومان هستش. اینم غروب زیبای کیش تو اسکله هنرمندان. بریم سراغ هتل که یه اقامت توی اتاق 5 ستاره باید شبی 3,000,000 تومان خرج کنی. حالا میگید خب 5 ستاره نگیر، حق با شماست. هتل 3 ستاره هم شبی 1,750,000 تومان هستش. جالب اینجاست که توی کیش همه موتورها برقی هستن و به صورت ساعتی و روزانه اجاره میدن، اونم به قیمت 400 الی 500 هزار تومان. همینطور خودرو که میتونی بهترین ماشین رو اجاره کنی و یه بک‌چک برای ضمانت داشته باشی تا بتونی به قول معروف رنت ماشین کنی با روزانه 1,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان از خودروی شاسی بلند مثل جوکر تا موستانگ و شولت کامارو. خورد و خوراک هم که توی کیش خیلی متفاوت هست نسبت به شهرهای دیگه، حتی تهران که میگن گرونیه. اینجا باید 2-3 برابر رستوران‌های تهران هزینه غذا بدی، اما خب این منظره زیبا رو تنها شاید توی کیش بتونی ببینی. میبینید هزینه 3 تا غذای دریایی که حجمش هم خیلی کمه 1,200,000 تومان شدش. دور تا دور جزیره راه سبزی وجود داره که دوچرخه و موتورهای برقی مجاز هستن توی این مسیر به راحتی حرکت کنن. منم ترجیح دادم موتور اجاره کنم و از اونجا که شانسم واقعا عالیه از زمان اجاره موتور بارندگی شروع شده شو و موتور به کارم نیومد.
حالا با درآمد که توی ایران هستش و خرجی به دلار که توی این جزیره زیبا میکنی، دوست دارم به هم بگید که آیا حق دارم مات بشم یا به قولی توی دخل و خرج که شمات بشم یا نه؟ امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. به امید دیدار.